هموطن بندگان عزیز توجه فرمایید، هموطنان غیرتمند توجه فرمایید، بنا به گزارش اخبار دریافتی سربازان غیور اسلام و نیروهای مردمی در منطقه گمرک خرمشهر دشمن بعثی را که قصد ورود به شهر را داشت از آن طرف اربند عقب راندند. اهالی خوزستان، دشمن به خیال خام خود و با دستور اربابان خونخوار با ده‌ها لشکر مکانیزه به سرزمین ایران حمله کرده است. بیدار باشید و با اتکال به الطاف الهی سلاح برگیرید و نظامیان اشغالگر را امتحان میکنیم، امتحان میکنیم، بیرون کنید. امتحان میکنیم، امتحان میکنیم، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. مردم خرمشهر، اهالی آبادان، هموطنان سوسنگردی، روز خون سردی و هوشیاری از زنان و کودکان محافظت کنید و با صبر انقلابی به مناطق امن پناه ببرید. ای دشمن، ای مطمئن باش، بچه خورم چنه مثلا؟ نظام تداری چه کار میکنی ننه؟ ملیه داره میمیره. ننه؟ نمیتونه بزایی نظام ملیه مرد. خدا نجاتم بده، مردم خدا. دکتر، ولش کن. چی کار میکنی؟ زنم داره از دست میره. گفتم که ازم کاری ساخته نیست. بابا یه کاریش بکن، ملیه داره از دست میره، میمیره. خب بلند شد دکتر سرپا. چرا داد میزنی؟ چه کنم؟ آروم باش آقا جان، آروم باش. دکتر نجاتم بده مردم. دستم به دامنه، منه مرمونت برم، عروسو میمیره. خواهش میکنم دکتر جون، اینجوری فایده نداره. ای خدا، اما چه کنم؟ خدایی تو چه کنم؟ برمش بیمارستان، باید جراحی بشه. خرابه وسیله نیست. من نمیدونم رضا، اگر دیر به جون میزنه در دست میره. همه جا شلوغه دکتر باویلان، همه جا. معطل نکن، من زنگ میزنم بیمارستان به شکون میگم سفارش تو بکنه. فقط وقت و تلف نکن. باشا باشا باشا، میکومت باشا بابا، الان میکومت بابا، بلند شه، الان دیوار میرم به رومون. سراجی، مگه نمیبینی لامصب خونه خراب داره میکومه؟ سراجی، ملیه داره میزاد. گوشت با منه؟ ملیه داره میمیره. باشا حاجی، بذار چه کار کنم؟ بیارمش. چی رو بیارمش؟ مگه نمیبینی؟ شوکه شده. خدا مرگون بده. ای خدا، چه شد؟ نشد؟ باقی داغونه نمیشه. حالش میدی؟ حال که دادیم. بله خواهی سامو بله خدا بزن من برم. خواهی احتیاط دارم و سلمو شیر ننه تر اومده. ای خدا نره در لامصب. کمک میخوایی؟ بیا میله بده، میله بده، میله بده.
کمک کن، کمک بچه ها. نمیشه این جبه بیار، جبه بیار بشم بگیر. آچار کار داری میکنی؟ دیالو بجوم نه؟ آب کجاست؟ آب چی؟ خب اندازش میگم آه چیه؟ اسمت چیه؟ چی؟ اسمت چیه؟ مراد من اینجا که نیستی اینجا؟ آه نه آقا مراد رفیق شدیم آه چی؟ میگم رفیق شدیم آره با همیم آره خدا خیره داده سنگینه؟ چی؟ باتری نه برو عراقی ها کجان؟ فعلا تا پشت گمرک فعلا؟ دیشب تا اون طرف شهر پسشون زدیم آخه که چی؟ چی؟ بگم تکلیف چیه؟ باش برگرد آی الان میرم بیمارستان الان میرم نه بیمارستان نه نه باید بریم خرمشهر باید باتریه ببرم باتری کو کجا میری؟ کجا؟ بده من اینو بشین اونجا من بر میگردم بازو برسو خورم شم تو هم اونجا باش همشونو بیار آقام ننم اگه آقام نخواست بیاد بزو بیارش سویش ماشینه آه خدا مردو آره آره ازا مردم رشمونم آه آه دیگه رنگه شده اینی گشت بس با کن رازی نشده نه اونم به هوای بابات دیگه رشمونم خدا مردم رزا مردم نه نه جونو
سفت نکن. سلام شکو خانم. چی شده؟ از مهران چه خبر؟ خب خورم شره. اینجا چی کار میکنی؟ ملیحه یا بردو. مگه نزایده؟ نه بابام نزایده مبت زایده نزایده دکتر برا. نه ای بابا نزایده خودیسی داره خودش مانه برسد اینجا. خانم دکتر، خانم دکتر ملیحه داره دست میره، باید جراحی بشه. جراحی الان؟ تو رو به خدا یه جوری به دادم برس خواهر. حواس بکش امیر. حواست مامانه امیر. ملیحه داره دست میره. نگاه نگاه ملیحه نفس نفس بگه نفس رو نگه ندار. نفس بگه جد بگه جونه بازارم میمیرم. شکو خانی دور بزن. دلم میمیرم. نگاه نگاه ملیحه نفس امیر. نفس رو نگه ندار. نفس بکش درده بگه ملیحه. نفس بگه دست تو بکش. فشار بیا. دور بزن. دست تو بکش. دور بزن. دور بزن. ای بابایی. ای لا لا لا. فشار بیار به شکمه. دست تو بکش. فشار بیار بابا اینجونی. زور بیار به خودت. آه آه آه. دور بزن. عاشقو خانم میگه الان چیکار کنم؟ تو این اوضاع کاری از من ساخته نیست. چه خاکی به سرم کنم؟ من نمیدونم. شکو خانم، شکو خانم، ما که دستم به جایی من نیست. خب چیکار کنم؟ فقط دعا کن. همین بابا جون. این درد بکشه؟ درد نیست، تازه بچه تو شکمش تابیده، تو تاریکی که نمیشه عملش کرد. سب کن شکو خانم. خدایا چسبو بده. چرا پاتو نشون ندادی؟ نشد دیگه، بلش که اصلا یادم رفت. خون داره میاد؟ نه تو فقط برو گاز بده بابا تو رو به ابوالفضل. حسابی گرفتار شدی نه؟ خرمشهر که رسیدیم دیگه خلاص میتونی بری به کارت. ممنون. حالی مواظب خودت باشه. تو چی کار میکنی؟ بعد برم آقا و ننه و ببرم کوت عبدالله و برگردم. کار کنیم. چرا وایسادی؟ ماساژ قلبی.
عجب داستانی شد. یا این نمونه چیستم؟ جود یواش کنم، یواش. بگیرم. تموم کرد، فایده نداره. بچه رو باید نجات بدیم. نگرد که نیستم. ما باید از اینجا بریم. بریم یه جای این همه مجروح رو بذارم بیام. تو که نمیدونی اینجا چه خبره. اینجا از اونجا بدتر. چی بود مهران؟ الو مهران، صدات نمیرسه. بگو گوشم با تو. مهران من حالم خوب نیست. اینجا بیام. من نمیتونم بیام. تو میخوای بری، برو برو اهواز. اوضاع که آروم شد من خودم رو میرسونم. چیکار میکنی؟ میری نمیری؟ تکلیفو مشخص کن. برم تنها. الو مهران، ah!
بکش. اینجا خطر داره خانم. بیا بریم. آقای رضای منش، میبخشید معطل شدیم. اونطور که ما بررسی کردیم، اسم و مشخصات شما از طرف عراق به صلیب سرخ اعلام نشده. برای همین نتونستیم خانوادتون رو برای استقبال خبر کنیم. Thank you.
مواظب باشین ماشینا رو مواظب باشین. رضا اینجا چی میخوای؟ حالت خوبه؟ خوب ما چند نفس افتادم. پاش پاشو بریم کار داریم. کجا؟ خونه ما بازار صفا کردم برات عروس. خونه با چی زنه؟ خمپاره بوم. چه فرقی داره؟ از حاجی و مادرت هم هیچ اثری پیدا نکرد. ببین رضا دلتو بسپر به خدا جون محمود خم به ابرو نیادا. بابا ما هر شب جمعه برات فاتحه میخوندیم، کی فکر میکرد یه روز برگردی شاخ نبات؟ پاشو بچه ها میخوام ببیننت. پاشو بریم، بچه ها منتظرم. در رفیقت میخواد. او خانم دکتر یادت تو بیمارستان زن اون که بالای خونه تو مطب داشت؟ شوهرش تو بمبارون شهید شد. چه حالی داشت خانم دکتر اون شب تو جمعیت؟ الان کجا هم؟ چه میدونم، 9 سال یعنی دقیانوس. وقت گرفتم دستتو نشون بدم. اسمش چی بود؟ کی؟ خانم دکتره؟ یادم نیست، اهل جنوب نبودن. چطوری میشه پیداش کرد؟ کاری نداره، خوب همه دکترها نظام پزشکی دارن. ماشین سالمه؟ ها؟ به چند روز میخوامش. کجا؟ اداره میخواد برات مراسم بذاره. خوشبختانه مطب این خانم دایره. بفرمایید، خواهش میکنم. البته در مشهد. شما اگر بتونید از ستاد امور آزادگان نامه بیارید، من میتونم آدرس و محل دقیق کارشون رو به شما بدم. مشهد؟ سلام، خانم دکتر. ببخشید یه چند لحظه خواهش میکنم تشریف داشته باشید، من برمیگردم. ببخشید خانم دکتر، کی تش میاره؟ معلوم نیست آقا، بستگی به کارشون تو بیمارستان داره. کنیم بیمارستان؟
زدی به سر خودتون زدی. پیغام داشتی. مریض پریمنت شده اتاق عمل. کفلین براش نوشتم. حتما دوست داشت. خانم همسر من شکم اولشه. تو رو به خدا. آقا ناراحتی نداره اتاق عمل میگه. اتاق عمل ندیده است خانم. یا الله رزق. کجا آقا؟ زنم خانم بفهم دو انتظار چشم مشکلی بشمده؟ نه آقای صفایی بچه تون به دنیا آمد چشمتون روشن دختره آقای دکتر اسرانی اورژانس دکتر چی شده؟ ببخشید خانمی خانم دکتری که جراح همسر بنده هستن تشریف نیوردن خانم دکتر نوبخت نوبخت بله سب کنی تشریف میارن هنوز تو اتاق عمل هستن اینا خودشون اومدن سلام خانم دکتر دست شما درد نکنه خیلی ممنون من نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم شما به من و همسرم زندگی دوباره داده زنم حال چطوره خانم اجازه هست؟ سلام سلام منو به جا آوردی؟ بله ولی باورم نمیشه شما زنده ای؟ آه پس این همه مدت کجا بودیم؟ عراق اسیر بودیم؟ بله پس اون جنازه تو ماشین شما نبودیم؟ کاش بودم کی آزاد شدیم؟ 10-15 روزه چطوری باور کنم؟ چی فرمودی؟ هیچی خدا بیامرزدش دکتر مهران شریک غمت شما از کجا فهمیدین؟ گفتن دیگه
ناراحت میکرده؟ آدرس منو چطوری پیدا کردی؟ نظام پزشکی. برای چی؟ ملیه یادتون میاد؟ بچه هم؟ بچه؟ ها؟ من تا حالا سابقه نداشته خبر ناگوار از مریضان به کسی بدم. یادتون نیست؟ برق نبود. موقع جراحی سقف اتاق عمل ریخت. مریه نتونست مقاومت کنه. من سعی کردم بچه رو نجات بدم، ولی متاسفم. سلام. سلام. چرا بازی دادیش؟ شکر از مطب تماس گرفتم، منتظرتم. ببین کارت پستال ما عکس خودمه ها. ببین چی شده؟ مطب نمیری؟ نه، هر کی تلفن کرد بگو نیستم. امروز حالم خوب نیست. میدونی ساعت چنده مامان؟ قانون برمون کودکانم شروع شده. لوس نشو، امروز لوس شدی. داقه نمیذاری من برم تو حیات بازی کنم. بشین مشقاتو بنویس عزیزم، حوصلت سرت نقاشی کن. او گلابی خوشگله، باری کلو دختر. آقا چه نمیذاری من برم اینجا بلو. میرم دیگه. داری حوصله منو سر میبری یا رو پوشتو در میاری، از اتاقتم بیرون نمیای. ماما خانو چیه؟ چی میخوای؟ آب میخوام. باش سلام برات میارم. کلافم کردی؟ الو برد ندار کیه؟ آقا نبی جان، وسایل آقا رو بر اتاق 411. خب بفرمایید. یه اتاقی بود طبقه چهارم، تایرا رو سمت راست. 402. آه خالی؟ بله خالیه. تنها هستین؟ بله. اون دو تخته است. اب نداره، همونو میخوام. عرض کردم دو تخته است. مانعی نداره. خاطرات نه؟ بسیار خوب. کار چنسایی؟ بکش با تو هم سعیده.
آروم باش. ببین شکو جون، اگه بخوای بیش از حد احساساتی برخورد کنی به هیچ نتیجه‌ای نمیرسی. اصلا نمیتونم باور کنم. به هر حال اتفاقی که افتاده، تو قانوناً مادر اون بچه‌ای، ولی یادت باشه اداره سرپرستی تحت شرایط شناسنامه اونو به اسم تو کرده و در ضمن این بابا بالاخره پدر اون بچه هست یا نیست؟ ها؟ جواب بده. پس حقیقتو باید پذیرفت. من بدون کی میام میمیرم. میخوای چی کار کنی؟ ببین باید تصمیم بگیری. من ازت حمایت میکنم. میتونیم بزنیم زیر همه چی. از کجا که این بابا بتونه ثابت کنه پدر کیمیاست؟ ولی هست. خب ده همین. یا ما باید منافع خودمونو در نظر بگیریم یا قبول کنیم پدر کیمیا زنده است. پس من چی؟ ببین ما باید ببینیم با چه تیپ آدمی طرف هستیم. قدم اول مذاکره است. اگه قبول نکرد چی؟ من باهاش وارد معامله میشم. قبول نمیکنه. در اون صورت راهی جز تسلیم نیست. سعید من کی؟ ببین با سرنوشت مردم که نمیشه با احساسات برخورد کرد. به خودت مسلط باش. آخه کیمیا دختر منم هست. خدایا چیکار کنم؟ چه قراری باهاش گذاشتیم؟ هیچی. تلفن یا آدرسی؟ هیچی؟ هیچ. این مالیات است که ما باید شما کم کنیم. به حساب میریزی؟ به حساب میریزم. به حساب میریزم. فقط شما لطفا این سلام. در چرا بستی؟ پیش ما هم که نمیاد. خدمت میریزیم. بیا دیگه. سلام. حالا چطوره؟ طرف ما اومد یا نه؟ آقایی که با گالان تصادف کرده. شما بپر پرونده رو بیار من در جفت. میام. ایشونه؟ من میام. من میرم. سلام. شما با گالان تصادف کرده بودی؟ بله. خسارت دیدی؟ گلگیر سپر چیه؟ ما با یه خانم تصادف کردیم. میدونم من برادرشم. دستت چی شده؟ بیا بریم حالا این پرونده رو بگیرم. سلام، خسته نباشیم. بفر این پرونده ما رو. تا چون نمیای؟ ممکنه امیدم خسارت بگیرم. شکو، فروغ، شکو، سلام. سلام. پیداش کردم. سلام دایی جون. ده سلام. تو اونجا چیکار میکنی؟ چی رو پیدا کردی؟ ده زرنگی. اول باید چشماتو ببندی. حالا بازش کن. آخ جون. نه واقعا شرایط سختی رو گذروندی، معلومه. تحمل این همه مرارت کار هر کسی نیست. خیلیه. هرچه تو فکری، زندگیه دیگه، میشه متوقفش کرد. اسمش چیه؟ کی؟ کیمیا. کیمیا. ببین داداش. چی شد؟ دست درد گرفت؟ ببخشید. ببخشید. اصلا دست چی شده؟ نازش از سه سارته. برای وقتا تیر میکشه یادم نره. من حال روزتو خوب درک میکنم. راستش از این که کیمیا از نعمت داشتن پدر برخوردار شده کلی هم خوشحالم. ولی میدونی شکوه بیشتر از یه مادر به کیمیا وابسته است. اونم خیلی مصیبت کشیده. مثل خودت. درست. یه گوهری مثل مهران رو از دست داده. خیلیه. نه
اصلا همه ی زندگی شد وقف این دختره کرده. ولی با تمام این احوال از نظر من این آینده کیمیاست که مهمه و نقش شما این وسط خیلی تعیین کننده است. میتونم ببینمش؟ خب آره، من مخلصت هم هستم، ولی باید ببینیش دیگه. مامان تو اینقدر عجله میکنی، هنوز که زنگ نخورد. آقا کجا میخوایی بری؟ ببین اکسام کارت پستال کردن. سوا شد. آقا بگو کجا میخوایی بری؟ مامان تو رو خدا. فروغ چرا اینجا نشستی؟ چی شد؟ چه نمیان؟ نمیدونم. آره تو چرا ماتم گرفتی؟ چی کار کنم؟ بخندم؟ نه ولی آبروریزی هم نکن. برای چی دعوتش کردی؟ بابا بچه‌شه. تو هم که دیگه من چی؟ چی میخوای بگی؟ هیچ هیچ، شب گرفتاری شدیم. فروغ جون تو رو خدا بس کن، بس کن. بچه رو معطلی بود بایی چون لازم خوشگیلی. بله چه جورم، مثل پریای دریایی شدی. این چه دستیه؟ بوده برو به شورا برمون رو بردیم. شکو بچه نمیای؟ خودت ببرش. این چه رفتاریه؟ مگه ما با هم قرار نذاشتیم؟ تنها بذار سعید. خیلی خوب، ولی اینو بدون بدون حضورت صحبت من با اون بیفایده است. خواهش میکنم وقتی حالت خوب شد باشه بیا پایین، به خاطر کیمیا. به حالا شو بی دختر خوب. اول سلام میکنی ها؟ آخه چی بگم، خجالت میکشم. چیزی نیستی که از اون شعراتو بخون. بودو بودو بریم. ایشون همون آقایی هستن که راجبشون صحبت کردیم. این خانمم که کیمیاست، ممتاز و با ادب و خواهرزاده بنده. دایی جون حالا شما برید از همو پذیرایی بکنین تا من بیام.
شدی؟ کیمیا آقا را کیمیا عزیز دلم ماما چرا گریه میکنی؟ ماما تو رو خدا گریه نکن کیمیای من ماما ایدا ایدا سلام بابایی سلام بابایی آقا بله اجازه است؟ سلام بفرمایی سلام خوشم دستتون چطوره؟ خوبه بفرمایی اینجا راحتی؟ خب آره قبلن مشهد اومدی؟ آه بفرمایی خلاصه باید ببخشین ما اینجا وسیله پذیرایی نداریم مهم نیست ما که غریبه نیستیم شکو با یکی دو تا دکتر صحبت کرده راجع به دستت ممنون شما هم به زحمت افتادیم نه اصلا اصلا شرمنده راحت باش دیشب تا صبح نخوابیدم همه دوچار استیصال شدیم متاسفم خب میخوای چی کار کنی؟ نه نمیدون ببین توی این ماجرا طرفی باید از خودش انعطاف نشون بده که خسارت کمتری میبینه آینده کیمیا که نباید تحت تأثیر مشکلات گذشته ما قرار بگیره اون تو ناز و نعمت بزرگ شده مادرش جراحه تو که راضی نمیشه امنیت جگر کوشت به خطر بیفته کاش ندیده بودمش حالا که دیدیش به سرنوشتش فکر کن اون بچه شاید پدرشو به دست بیاره ولی مطمئنن خیلی چیزا رو از دست میده میدونی زندگی چند نفر بستگی به تصمیم تو داره؟ من، شکوه، زنم، کیمیا داخل یه چیزی بگو مگه تو پدرش نیستی؟ میتونی بری شکایت کنی برو دادگاه حق تو میدن ولی مطمئن باش اگه شکوه هم بگذره من نمیگذرم این چیه؟ بنویس چی؟ تو هم بالاخره باید زندگی کنی نه؟ من زندگی تو تضمین میکنم با چه مقدار؟ هر چقدر که بخوای چقدر؟ سفید امضا کردم هر چقدر دوست داری بنویس بابت چی؟ بابت چی؟
میگودی میگودی بابات خادو باشه بابا بلنشو عزیزم الان چه وقت خوابه وای وای چه کار بدی بلنشو دختر بهبود داری کیمیا برو تو اتاق توصله ندارم وای چه بد اخلاق اخ نکن بلنشو صورتتو بچون لبخند بزن کیمیا سرم درد میکنه راحتم بذار امکان نداره امکان نداره یکی تو اتاق من منتظر شماست باید یه ببینی نمیده چقدر باونم اگه کی؟ باید خودت ببینیش باید خودت ببینیش یکی 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 کیمیا بایستا ببینم کیمیا چی کار قابل مداوا باشه فکر نمی کنم چرا؟ دکترهای صلیب سرخ عملم کردن ولی خونه شد خانم دکتر انصاری آمدن؟ نه خیلی خانم دکتر باید ببینیم نظر دکتر چیه آقای یه وقت موزه هم کارتون نباشه نه اصلا آقای دلخان ببین من این مدت خیلی فکر کردم در حال ما آدم های بالغی هستیم درست گاهی وقتا آدم عکس العملایی ازش سر میزنه که دست خودش نیست من همیشه یه جوری سعی کردم که تو زندگیم از دروغ گفتن پرهیز کنم اگرچه یه وقتا ولی خب گفتی ترسیدم از چی؟ من قانونن مادر اون بچه‌م کیمیا خونه که؟ اون منو مادر خودش میدونه به ملیه چی؟ اون که دیگه وجود نداره آخه بچه را میگفتیم وجود نداره خب راجب همین بود که دروغ گفتم دیگه آقا معذرت میخوام ولی در مورد ملیه شاهد فراوونه من که تنها نبودم شما میگی من چیکار کنم کیمیا رو فراموش کن شما جای من بودی همین کاری میکردی من؟ ها مسئله اینه آخه تو چه میدونی که به سر من اون بچه چی اومد کیمیا میتونست الان نباشه من اونو از وسط آتیش خون نجاتش دادم خب کار شما درست تحسین میکنم این فداکاریه همین کار دیگه ازم برمیاد؟ نه ولی میتونی با آیندهش فکر کنی تو میتونی خوشبختش کنی؟ میتونی آرزوهاشو برآورده کنی؟ چرا میخوای همه چیزو به هم بریزی؟ تو که معنی از دست دادن خوب میفهمی نذار زندگیم تباه بشه همه امید من کیمیاست خواهش میکنم اینو بفهم برمیگردم تا دکتر بیاد به حرفان فکر کن
سلام مادر خوبم، از اینکه تو دفتر مشقم نامه رو نوشتم منو ببخش. میخواستم حتما اونو بخونی. خجالت کشیدم باهات حرف بزنم. دیشب میخواستم نقاشیمو نشونت بدم ولی تو خواب بودی. تو خواب گریه میکردی، حرف میزدی، منم گریم گرفت. الان چند روز رفتارت عوض شده، همش بد اخلاقی میکنی، علیکی میخندی، اصلا حوصله نداری. کاش میدونستم تقصیر کیه. میترسم دیگه منو دوست نداشته باشی. بیای با هم بریم مسافرت. منم دیگه مدرسه نمیرم. راستی چرا تو خواب حرف میزدی؟ چرا نمیگی چه اتفاقی افتاده؟ باشه بعد بذار تو اتاقم میام. آقای مهندس تلفن. بله. الو سلام. شما؟ رضای منش هستم. قرار بود قرار که بی قرار آقا. بالاخره کار خودتو کردی. چی شده؟ بهت مژده بدم. طرف دعوات بر اثر شوک مغزی توی بیمارستان بستری شده. بیمارستان؟ اصلا جای نگرانی نیست. تو با آرزوت میخسی. وقت کیمیا در بس مال توئه. الو الو خالش کردم تو خیلی بهتر. این دکتر هدایتی ده همین ده دقیقه پیش اینجا بود، چکش کرد رفت. آره الان خوابه. آره آره بفرمایید آقا، با کی کار داشتین؟ ایشون با منه. چی شده؟ سمت راست اتاق اول.
مثل من رو داری چیکار میکنی؟ شکو در باز کن. کی میام؟ فروغ مامان در بازه. شکو چی شده؟ داره بچه رو میبره. از سر ران باره کنار. اون دیگه به ما تعلق نداره. میفهمی؟ اگر حیا اجازه میداد حرفم را رو در رو میزدم. عمریست در سایه سنگی دیوار صبوری کردم و معنای یافتن را در طعم از دست دادن دریافتم. شکوه، تو کیمیا را در میان آتش و خون با آغوش مادرانت فشردی. پس به حرمت نام عزیز مادر سلام. حالا دیگر چه فرقی داره؟ چه کیمیا در مشهد، چه کیمیا در جنوب. خواهرم، ای تو بهترین مادر، پاره تنم را به خدا و به مهربانی مادرانت می سپارم. سهم ما هم فقط یک یادت به خیر ساده. با امید روزی که تبسم عشق را در سیمای مادرانه کیمیا ببینم. وداعی در بین نیست که این آغاز سلام است. رضا رضای من.